اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه در جریان مجلس استماعیه در برابر کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده ارسال نیروهای جدید را اعلان کرد و از تعهد ایجاد ترس و بیم در سراسر تشکیلات داعش خبر داد. از طریق عملیات خود و متحدین ما، مبارزه نظامی، رهبریت و نیروهای داعش را از بین خواهد برد و آنان را از داشتن پایگاه مسئول، تحرک و دسترسی به منابع محروم خواهد ساخت. بعداً نیروهای محلی را در خارج ساختن داعش از قلمروهایشان کمک میکنیم تا اداره قلمرو خود را به دست گیرند و پیروزی تامین گردد. با وجود که وزارت دفاع به تعداد مشخص نیروها اشاره نکرد، اما مقام‌هایی که از این پلان آگاهی دارند میگویند که نیروهای فوق‌العاده خاص متشکل از 200 نفر است که در ظرف چند هفته وارد عراق می‌گردند. این اقدام در تقویت پلان‌هایی است که در ماه اکتبر اعلان گردید که به اساس آن کمتر از 50 تن نیروهای خاص برای کمک نیروهای مخالف داعش و مبارزه علیه آنها فرستاده شود. منابع اصلی قوت داعش ادعای خلافت نمودن و قوای بشریش می باشد. برای موفق شدن باید مبارزات نظامی ائتلاف کنترل ارضی داعش را کاهش دهد و توانایی جنگی آن گروه را از بین ببرد. در همین حال آدم سمیت عضو کانگرس از حزب دموکرات میگوید که باید نیروهای محل تقویت گردد. ما باید مردم را در منطقه ترغیب کنیم، به خصوص سنی ها را، تا علیه داعش بجنگند. اگر نیروهای غربی در آنجا باشد، در واقع تقویت پیام داعش است که آنان بیشتر استخدام میکنند و شکست داعش برای ما بیشتر مشکل میگردد. در عین زمان رئیس جمهور اوباما در حالی که در کنفرانس جهانی مبارزه با تغییر اقلیم در پاریس صحبت میکرد گفت که کشورهای ائتلاف در مبارزه علیه داعش پیروز میگردند. فکر میکنم آقای پوتین با خاطره‌ای که از افغانستان دارد میداند که گیر ماندن در یک مبارزه بی پایان و فلج کننده داخلی نتیجه چیز نیست که وی میخواهد. این در حالی است که حیدر العبادی صدر اعظم عراق روز سه‌شنبه پس از اظهارات وزیر دفاع آمریکا از نیروهای امنیتی عراق دفاع نموده گفت که نیروهای عراق بدون کمک نیروهای جنگی خارجی قادر به شکست شورشیان گروه دولت اسلامی هستند.